حوالی ساعت 12 امروز فرد انتحاری مواد جاسایی شده خود در یک موتور کورولا را در نزدیکی ساختمان مقام ولایت هلمند منفجر ساخت که در نتیجه دو کودک، یک دختر و یک بزرگسال کشته و 21 تن دیگر به شمول 10 سرباز ارتش و پلیس ملی زخم برداشتند. از سوی هم در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر قندهار دو تن کشته و 21 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. به گفته مقامات محلی فرد انتحاری که سوار بر یک موتور بمب گذاری شدن نو سراچه بود خود را در نزدیکی حوزه اول نتی منفجر ساخت که در آن 13 کودک و 3 بزرگسال زخم برداشتند. اندک پس از آن انتحار کننده دومی که قصد حمله بر یک بازگاه پلیس را داشت پس از تیراندازی پلیس موتور بمب گذاری شده خود را منفجر ساخت و 6 کودک دیگر را نیز زخمی نمود. توی انفجار صورت گرفت، سازماندهی کرده بودند که میخواستش موتر مملاس مواد انفجاره بود، میخواست اینا را به حوزه اول امنیتی انفجار بود. متاسفانه بعد خوشبختانه به هدف نرسیدن، ولی متاسفانه ما 23 تن اهالی ملکی خود که در این اطراف بودن زخمی شدن و دو تن شهید داریم و مفراد ملکی. انفجار دومی با چند متری از این رک پشتی نزدیک رگات صورت گرفته که در اون تلفات نداره. با این وجود رئیس جمهور کرده که هم اکنون برای دیدار رسمی وارد عربستان سعودی شده است، حملات انتحاری در این ولایت را در ایام ماه مبارک رمضان تقبیح کرده است. از سوی هم مسئولین امنیتی ملی قندهار از بازداشت یک فرمانده ارشد طالبان همراه با 14 تن همدستانش در منطقه میرویس مینه شهر این ولایت خبر میدهد. به گفته مقامات امنیتی قندهار ظرف یک هفته گذشته 41 عدد ماین کنار جاده‌ای نیز کشف و ضبط شده است.